حوارنا الموقف بحاجة إلى تبرعات لشراء قطعة أرض وتكون صدقة جارية لأولاد أولادكم ولكم الأجر والثواب. در بین راه نجف کربلا هستیم. قرار است در این مکان قطع زمینی تهیه کنیم. زائرین دارن قدم میزنن از نجف کربلا. کمک های مالی خود را پرداخت بفرمایید. اجر شما با آقا ابا عبدالله. یک میکروفون اینجا زوارنن موکب بحاجه الى تبرعات لشراء قطعة ارض و تکون صدق جاری لأولاد اولادكم و لکم الاجر و الثواب. خبری رو میده، میگه که اینجا گوش کنید. انشاءالله قرار است در این مکان قطع زمینی تهیه گردد. در صورت تمایل کمک های مالی خود را پرداخت بفرمایید. اجر شما با آقا ابا عبدالله. زوارنا و مردم به همین راحتی با شنیدن این خبر که یه زمین اینجا خریده میخواد بشه پولاشون رو برای خرید این زمین میدن بدون اینکه بپرسن کی میخواد زمین بخره، برای چی میخواد بخره، چرا میخواد بخره و چه اتفاقی خواهد افتاد. پس این مردم انقدر خوب هستن، انقدر ساده هستن که با گفتن یک خبر از پولشون که میبینین که مردمی هستن که زیادم پول ندارن، بعض مالی آنچنانی ندارن، یعنی تنها چیزی که براشون خیلی عزیزه و مهمه رو میدن. داشتم فکر کردم که چقدر خوب میشد توی این را از این بلندگوها به جای اینکه فقط نوحه خونده بشه و اینجوری خبر برای پول گرفتن استفاده بشه، کاش که بلندگوهایی بود که احادیث امام‌ها رو میگفت، فرهنگ اسلامی رو میگفت و از این راهی که دارن میرن مرتب هی گفته میشد به ذهنشون که شاید یه فرهنگ سازی جدیدی اتفاق میفته. نمیدونم، من که خودم خیلی بی‌سوادم ولی همینطوری فکر کردم.